جاهایی به این دلیل که شما مثلا مادر فرزندی بودین مسیرتون سخت بشه، مثلا توی دانشگاه توی مصاحبه ای فضای نگران این باشن که شما میتونید از پس اون کار بر بیان یا نه؟ بله دقیقا اشاره کردیم به بحث مصاحبه. من تو مصاحبه دکتری سال اولی که در واقع همون سالی که من دانشجوی ارشد بودم و حالا خیلی روتین هست که دانشجوی سال آخر ارشد کنکور دکتری رو میدن، بله. من اون سال محمد حسین رو باردار بودم، یعنی من بعد از دفاع هم باردار شده بودم و در حین مصاحبه من هم 4 ماهه باردار بودم. یکی از اساتید تان که از دانشگاه خیلی معتبر تهران گفتن که اسم شما بگین دیگه نه فکر میکنم شاید خیلی اخلاقی نباشه، ایشون گفتن که ما اصلا تو دانشگاهمون رسم نیست که دانشجوی متأهل بگیریم، خصوصا دانشجوی متأهل خانم، خب بخاطر وظایفی که خانم ها دارن. حالا چون شما رزومتون خیلی قوی و خوب هست، من این مورد در واقع تأهل رو صرف نظر میکنم، ولی بعد من تعهد اخلاقی بدی که به هیچ عنوان توی این دوره فرزند نیاری. و من اون موقع باردار بودم و گفتن که به من فکر کن و خبر بده، و خب من جوابم قطعا منفی بود دیگه. من روز عید قدیر بود، پیامک زدم به ایشون که من تلاش خودم رو میکنم که دانشجو خیلی خوبی باشم، ولی در ارتباط با بحث فرزندآوری هیچ قولی نمیتونم بدم، و گفتم که در هر صورت خوشحال شدم که باهاتون آشنا شدم ولی واقعا نمیتونم در این زمینه. و نتیجه مصاحبه چی شد؟ جالب بود، من تو دانشگاه صنعتی شهر، دانشگاه خودم که حالا از مقطع لیسانس اونجا بودم، رتبه اول مصاحبه شدم. استادم هم میدونستن که من فرزند دارم و خیلی با افتخار گفتن که ایشون در دوران لیسانس متأهل شدن، چون از لیسانس با استاد خودم کار میکردم و واقعا این دوره تحصیلام مدیون ایشون هستن. و جبران شد براتون اون مصاحبه ای که نشد. یه نکته رو من بگم بین صحبت های شما، وقتی مسئولین رو اینجا دعوت میکنیم همه صحبت میکنن که ما داریم شرایط رو فراهم میکنیم که خانواده ها بتونن فرزندآوری داشته باشن و شرایط فراهمه. بعد این مثال های نقض این مدلی رو که میبینیم که یک بانوی که فعالیتشو داره و تونسته رتبه رو در آزمونش به دست بیاره میره مصاحبه، بهش میگن که بعد به ما تعهد بدی که بچه دار نمیشی. اگر شرایط فراهمه پس این مثال های نقض چیه؟ کاش یه ذره راجع به اینا هم به توافق میرسیدن بخش های مختلف دیگه، که یه ذره ما اینجا به گره های مدلی نخوریم.